استقلالی دروازه، موقعیت تو برگشت داده میشه، دوباره حقی کمی بلندتر، نبرد هوایی رو بازیکن استقلال فعلا میبرن. این ضربه که رحمتی ریس نمیکنه و برمیگردونه در یه رفت و برگشت، بازم موقعیت، دو تا بازیکن استقلال روزو میپرن انگار که چهارشنبه سوریه، و توی دروازه، توی دروازه منصوری برای زباهن گل میزنه. بازم استقلال در ورزشگاه آزادی گل اول رو میخوره. حرکت مدافعان استقلال در نهایت خودش جالب بود، از روزو پریدند. منصوری بازیکن سابق پرسپولیس دروازه رو باز میکنه، بازیکنی در پرسپولیس زیاد داشت میدون داده نشد، البته اونجا خیلی زیاد مصدوم شد. زباهن 1-0 در ورزشگاه آزادی از استقلال جلو میافته. اگر استقلال این بازی رو ببازه شاید تا حدود زیادی شانس قهرمانی در لیگ رو از دست بده. یک بار دیگه با هم ببینیم. توپ بلند برای دروازه اومد، اینجا ضربه اول زده شد که رحمتی این توپ رو مش میکنه. شاید این توپ گرفته بود، اینکه به بیرون مش میکرد شرایط به گونه دیگه پیش میرفت. در ادامه در پرتاب به وسیله حمودی، از این لحظه بعد حملات استقلال بیشتر هم خواهد شد. حمید شفاعت مدافع جوان تیم زباهن داره آماده ورود به زمین میشه. فیلیپ آلوس در یه رفت و برگشت، آلوس دوباره صاحب توپ میشه، کناره زمین حرکت میکنه به درون منطقه جریمه، ضربه رو هم میزنه و گل، گل دوم برای تیم زباهن با ضربه بازیکنی که در تیم استقلال بازی میکرد. فیلیپ آلوس در خلاف جهت بازی دروازه رحمتی رو باز میکنه و رحمتی یه گل خیلی خیلی بد میخوره. از اون زاویه بعید بود از رحمتی که گل بخوره. استقلال بازم دویچ عقب میافته، ولی خب استقلالیا معمولا بعد از دویچ عقب افتادن بازی رو دو دو میکنن. حالا ببینیم این بار هم این کار رو میکنن یا نه. بازم ضد حمله خیلی سری رو به نمایش گذاشتن و حالا بعض از هوادارای استقلال مقصر رو فقط رحمتی میدونن. ایگور کاسترو بعد از زمین بازی بیرون بیاد، کاسترو بیرون خواهد اومد و شفاعت به زمین بازی میره. حمید شفاعت، این هم ضربه‌ای که رحمتی فقط تونست مسیرش رو به سمت دروازه عوض بکنه. با آرامش ماهینی میاد برای پرتاب این توپ. ضربه سر رو قاضی میزنه. عمران زاده، حسینی، ساموئل، یوسفی، به نظر میاد کنار خط بهتر میتونه کار بکنه. زندی، خسرو حیدری، بازی رو باز میکنم به سمت راست. شریفات، چند پاس خوب، فرصت برای برهانی در مقابل دروازه، توی دروازه، توی دروازه. استقلال به بازی بر میگرده. محسن یوسفی این گل رو به ثمر میرسونه و حالا حساب کار 2-1 میشه. حضور به موقع یوسفی در دهانه دروازه با پاس قشنگی که از سمت راست براش فرستاده همراه شد و این هم آقای ابراهیم زاده که نشون میده که بازیکنان تیمش رعایت نکردن اصولی که او گفته بوده. ببینیم پاس زیبای آرش برهانی بدون اینکه معطل بکنه توپ رو برید به مقابل دروازه و باز ضربه یوسفی، حساب کار میدون 2-1 برای این بازیکن جوان باشه. حضور در ورزشگاه آزادی و قرار گرفتن در مقابل تیم استقلال. میثم حسینی توپ رو پرتاب میکنه به منطقه جریمه، موقعیت برای بازیکن استقلال، این ضربه توی دروازه. میدا بودی 2-2 مساوی، سری برمیگردونن برای ادامه کار بازیکن استقلال. 2-2 مساوی میشه بازی و بالاخره میدا بودی گل میزنه. این ششمین گل میلاد میدابودیه که در این فصل به ثمر میرسه. او در کنار آرش برهانی قرار میگیره، او هم شش گل است. هوادار استقلال ورزشگاه رو به رنگ آبی در آوردن. ناگهان در ادامه این حرکت توپ در مقابل میدابودی قرار گرفت و او هم با یه ضربه روی پا به ترتیبی که ملاحظه میکنید از آشفتگی خط دفاع زباهن
نهایت استفاده رو برد. استقلال که تهاجمی بازی میکنه اینجوری به گل میرسه.